برخی خاطرات تنها گوشه‌ای از ذهن افراد را اشغال می‌کنند. برخی دیگر به هیئت چند عکس به حافظه یک آلبوم سپرده می‌شوند. برخی خاطرات اما در قلب آدم‌ها سینه به سینه سفر می‌کنند و همچون آتشی نهان تا نسل‌ها در دل می‌پایند. راستی آیا هرگز به این فکر کردید که عمر هر خاطره چگونه رقم می‌خوره؟ چه کسی اندازش رو تعیین میکنه و چه پدیده‌ای دوامش رو؟ خاطره ی قیام سی تیر سال 1331 یکی از این قبیل است که دهه هاست در خفا آشکار میزید و گاه حتی بر آینده هم تأثیر میگذارد. خاطره ای که اگر چه در گذشته جای دارد ولی همیشه پرتوی از آینده ساطح میکند، رنگی از آرزو و امید. سیوم تیر ماه سال روز قیام ملی سی تیر در پشتیبانی از پیشوای نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق و بازگرداندن او به نخست وزیری در سال 1331 است. مصدق کبیر در 25 تیر ماه سال 1331 در اعتراض به توطئه‌های دربار فاسد شاه و استعمار که در فعالیت دولت ملی او کارشکنی می کردند و پیشبرد جنبش ملی شدن صنعت نفت را با مانع روبرو ساخته بودند، استعفای خود را از نخست وزیری اعلام کرد. یادم درست همون روزی که شاه قوام السلطنه رو به نخست وزیری منصوب کرد، من یادمه که از یکی از دوستامون شنیدم که بله، مصدق استعفا کرده و قوام السلطنه شده نخست وزیر. من به خوبی یادمه که من تقریبا یه حالت شوک به هم دست داد، یعنی برام غیر قابل باور بود که مگه میشه نخست وزیر محبوب ما، همه مردم، ما هم که اون موقع سیاسی که نبودیم، 14 سالمون بود، ولی خب علاقه داشتیم، مثل همه مردم، مثل خانواده خودم، پدرم، همه علاقه داشتیم به مصدق، دکتر مصدق دیگه چیزی بود که همه مردم بهش علاقه داشتن. شنیدم که مصدق استعفا کرده و قوام اومده. همونجا اصلا در من انگیزه ایجاد شد که باید یه کاری کرد، بلنش حداقل برشون داد بزنیم، فریاد کنیم، تظاهرات کنیم. از فردا شروع شد. چی بود؟ روز 25 تیر ماه 31 این تظاهرات ادامه پیدا کرد و هر روز گسترده تر شد، علی رغم اینکه شاه ارتش سرکوبگرش رو آورده تو خیابونا، تانگ و سرباز و سرنیزه و اینا تو خیابونا زیاد بود. شاه که در محبوبیت روزافزون دولت ملی دکتر مصدق نابودی سلطنت خودکامه اش را میدید، پس از استعفای دکتر مصدق فرصت را غنیمت شمرد و قوام السلطنه کهنه‌کارترین مزدور دربار و استعمار را به نخست وزیری منصوب کرد و با سرازیر کردن تانک‌ها و زره‌پوش‌های ارتش سرکوبگر خود به خیابان‌های تهران تلاش کرد زیر برق سرنیزه و فضای خفقان جنبش ملی مردم ایران را سرکوب کند. اما در روز 30 تیر ماه مردم دلیر در شهرهای مختلف ایران و به خصوص در تهران به پا خواستند و با قیام قهرمانانه خود نقشه های شوم شاه و استعمار را در هم ریختند. از روز 25 تیر تا روز 30 تیر تمام خیابونا مرتب درگیری و تظاهرات بود. مردم شعار زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق میدادن. من یادمه که روز 27 تیر با پدرم رفتم به مرکز این تظاهرات. مرکز تظاهرات کجا بود؟ خیابون اکباتان و میدان بهارستان که مجلس شورای ملی توی این بهارستان، میدان بهارستان بود. من حدود 11 سالم بود اون موقع. رفتم با پدرم اونجا، بعد
دیدم مردم دارن تظاهرات میکنن، جوان ها دارن شعار میدن اینا. در همین موقع یه مرتبه یک کامیون، دو تا کامیون پر از سرباز، چون دیگه پاسمانه نمیتونستن کاری بکنن، پس مردم بر نمیمارن. رژیم قوام السلطنه، رژیم شاه متوجه شدن به ارتش، ارتش خبر کردن، دو تا کامیونش اومده اونجا، ریختن از کامیونا پایین رو با قنداق تفنگ دنبال مردم. من خودم دیدم یکی از این جوانها که داشت فرار میکرد که از چنگ این سربازا در بره، فریاد زد یا ابوالفضل. اینه که گفت قنداق تفنگ هم سربازا کوبید تو پشتش، این جوان افتاد رو زمین، از روش عبور کردن. خیلی وحشیانه بود. بعد ما دیگه از اونجا رفتیم، با پدرم از اونجا رفتیم، رفتیم به بارستان، اونجا هم تظاهرات عظیمی در جریان بود. سرکوب خونین این قیام که منجر به شهادت صدها تن از قیام کنندگان و مجروح شدن قریب به 800 نفر گردید، خللی در عزم ملت ایران ایجاد نکرد و در بعد از ظهر روز 30 تیر، استبداد و استعمار در برابر قیام ملی 30 تیر بادار به عقب نشینی شدند و دکتر محمد مصدق به دست توانا و پرقدرت ملت ایران مجدداً به نخست وزیری بازگردانده شد. روز 30 تیر یک جوانی از تظاهر کننده ها تو همون خیابون اکباتان که گفتم فرار کرده بود از دست سربازا. سربازا تیراندازی کرده بودن به سمت مردم و تعدادی رو کشته بودن. این فرار کرده بود، رفته بود پشت یک تیر چراغ برق کنار خیابون مخفی شده بود. سربازا اومده بودن طرفمون، یک سربازی همونجا از نزدیک به این جوان شلیک کرده بود و این جوان اونجا شهید شده بود، ولی در آخرین لحظات انگشت خودش رو خون خودش فرو برده بود و روی دیوار نوشته بود یا مرگ یا مصدق. که بعدها، یعنی بعدها که یعنی روزهای بعد، تمام مطبوعات پر شده بود از این جریان و از این جوان و فدای اون و اینکه شعار یا مرگ یا مصدق رو بعد تبدیل کردن، از جان خود گذشتیم با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق. بیا تا به یار شهیدان تیر که رفتن در راه عشق و امید، همان اختران که افروختن بدان سان به دامان صبح سفید. دفاع کنیم پرچم خشم و کین را برافکنیم، زندگانی نوین خروش ما برکند بنای دیدار، به سر رسد این نبرد آخرین. اونچه که از تعداد شهدای اون قیام علنی شد، مزار همون تعداد معدودی که در ابن باقره دفن شدند و مصدق هم در زمان حیاتش مکررن اعلام کرد که بعد از درگذشتش او رو در کنار همون شهدا به خاک بسپارند. به نیروی ملت شود سرنگون بناهای بیداد اهریمنان، فرو ریزد از بن بنای ستم به نیروی خلاق زحمت کشان. دفاع کنیم پرچم خشم و کین را به افکنیم، زندگانی نوین خروش ما برکنم بنای بیداد، به سر رسد دکتر مصدق در پیامی به مناسبت بزرگداشت آن قیام گفته بود این رستاخیز ملی ثابت کرد که مردم ایران با واقع بینی و توجه کامل به مسائل خیش راه خود را انتخاب کرده و دیگر به هیچ قیمتی از اون باز نخواهند گشت.
یک سال بعد مجدداً دکتر مصدق در یک پیام رادیویی در بزرگداشت شهدای آن قیام تاریخی از جمله گفت: روز 30 تیر در تاریخ مبارزات ممتد ملت ایران فراموش نشدنی است، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات اجانب یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پای ننشستند. در این روز تاریخی عده‌ای از گرامی ترین فرزندان ما به افتخار شهادت نائل شدند، با خون پاک خود نهال آمال ملت را آبیاری کردند تا به همت آیندگان روزی بارور و سایه گستر شود و ملت ایران از محنت امن و آسایش و استقلال واقعی و آزادی حقیقی برخوردار گردد. اون قیام به اهدافش رسید. مصدق مجدداً و با اختیارات قانونی گسترده‌ای که در جهت اعمال حاکمیت دولتش درخواست کرده بود، من جمله تصدی وزارت جنگ، به پست نخست وزیری بازگشت. فردای همان روز رأی دادگاه بین‌المللی لاهه هم به نفع ایران و مصدق صادر شد و به دنبال آن صنعت نفت ایران مسیر نهایی ملی شدن خود را طی کرد. به این ترتیب راهی نوین برای احقاق حقوق ملی نه فقط ایرانیان بلکه تمامی ملل استعمار زده مشرق زمین گشوده شد. جنبش مردم ایران، قیام مردم ایران در سال 88 که فی‌الواقع قیام پرشکوهی بود و رژیم رو برد در آستانه سقوط در عاشورای سال 88، این مبدعی شد، الهام بخشی بود برای جنبش های ملت های شمال آفریقا و خاورمیانه. همین جریان در زمان دکتر مصدق در مصر انجام شد. اون موقع نهضت ملی شدن نفت به واسطه دکتر مصدق در کل منطقه خاورمیانه یک ولوله انداخت، کما اینکه تاثیر گذاشت روی جنبش ملی شدن کانال سوئز که اون موقع تحت سیطره استعمار انگلیس بود. اگرچه حدود یک سال بعد مصدق و دولتش با یک کودتای استعماری ارتجاعی سرنگون شدند و به عمر تنها حکومت ملی تاریخ معاصر ایران پایان داده شد، ولی خاطره آن قیام و از خودگذشتگی های ملت یک پیروزی بزرگ را در تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت کرد.
آنچه که در اون قیام بیش از هر چیز به چشم میخورد سرعت عمل سیاسی و ذکاوت و شجاعت خارق‌العاده مردم بود که تنها در عرض 5 روز توطئه به شکست کشوندن مصدق رو خونسا کردند. ملتی که با حداقل تشکل سیاسی و بدون آن که حتی نیروی مسلحی در اختیار داشته باشد توانست ارتش مزدور شاه و اراذل و اوباش لباس شخصیش را عقب رانده همان را که خود می‌خواست به کرسی نخست وزیری بنشاند. بله، خلق قهرمان ایران در اون قیام بهای کمبودها و نداشته‌هاش رو با خون و جانفشانی پرداخت. اگر راز اون پیروزی جانفشانی توده‌ها بود، راستی راز اون از جان گذشتگی‌ها در چه بود؟ رازی که به اون خاطره درخششی از آینده بخشید. قیام سی تیر دو قهرمان داشت، یکی مردم و دیگری رهبر مردم یعنی مصدق. اگر رازی وجود داشته باشه همه در این دو هست. این بار ماجرا را برای یافتن راز رابطه این دو یعنی توده ها و رهبری مرور میکنیم. حدود ربع قرن بعد از قیام سی تیر 1331 در روز 14 اسفند سال 1357 رهبر تازه از بند زندان و شکنجه رسته مجاهدین مسعود رجوی در برابر بیش از 1,000,000 تن از مردمی که به تجلیل از پیشوایشان به احمدآباد تبعیدگاه و مزار مصدق آمده بودند بخشی از آن راز سهل و ممتنع را چنین گفت: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، به نام رهبری تقیم که در اینجا آرنده رهبری و سوار ارتخ و تازش ناپذیر که نخستین بار درک مبارزه با استعمار را در مکتب او آموختیم، آنچه در میهن خود قریب و در خانه اش در تبعید و در عین زنده بودن چونان شهید به سر برد، در زمره نخستین و والا مقام ترین شاهدان و شهیدان راه آزادی. مصدق بزرگ هرگز پیمان نشکست و تا آخرین روز حیات همچنان به عهدی که با خدا و خلق بسته بود وفادار ماند. اکنون بگذار دشمنان و فرصت طلبان استواری و سازش ناپذیر پیشوا را لجاجت، یک دندگی و منفی بافی تعبیر کنند. این برچسبیست بسی پر افتخار و غرور آفرین که پیوسته نصیب آنهایی شده است که دست رد به سینه استعمارگران و عمال آنها زدند و قاطعانه به آنها نه گفتند. اما تا آنجا که به مردم قهرمان ایران مربوط می شود تا ابد به ایستادگی و استقامت مصدق افتخار خواهم نمود. بله، ایستادگی بر اصول و پایداری. مصدق بزرگ هرگز پیمان نشکست و تن به سازش نداد و تا آخرین روز حیات همچنان به عهدی که با مردم بسته بود وفادار ماند. پشت مردم رو خالی نکرد و از خواسته های ملت کوتاه نیومد. به یکی از پیام های سردار دیگر خلق، مصدق فقید، که امروز را یادش رو گرامی می داریم توجه بکنید. چه زنده باشم و چه زنده نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد و مردان بیدار این کشور این مبارزه ملی را آنقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته ای بر گردن ما بگذارند و ما را به هر سوی که می خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد و مسلم است
و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان و خدمات تاریخی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت ما شروع کرده است که هیچ کس از ابهت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. این هم همه راز نیست. مصدق همچنین اعتقاد عمیقی به دموکراسی داشت. تأمل اونچه که رقبای سیاسی و احزاب عامل بیگانه همچون حزب زحمتکشان و توده بر ضد او عمل می‌کردند، به راستی که تنها و تنها از مصدق برمی‌آمد و از آموختگان مکتبش. همینطور حالا ما فهمیدیم که درست مانند زمان مصدق فقید وحدت تمامی اخشار و صفوف خلقمون، کما این که فهمیدیم دموکراسی انقلابی تا کجا ضروری است. مگر نه که پیشوای فقید نهضت با همه مصائب و آلام و رنج‌های روحی تحمل کرد تا آخرین نفس کمترین ممانعتی در این راه ایجاد نکرد، کمترین ممانعتی در راه بیان و عقیده و قلم آزاد برای هیچ کدوم از مردم ایجاد نکرد. و به راستی که پیشوا چه سعی صدری داشت، چه بلند نظری. درود بر مصدق. بله، نظر بلند سردار نهضت ملی ایران به افق‌های بسا گسترده‌تری دوخته شده بود. اگر در اون روز اون مردم بیدار و هوشیار نبودند و این حادثه را با ایمان و علاقه بیشاده خود نسبت به ادامه نهضت ملی تلقی نمی کردند و زمان سرنوشت خیش را به دست حوادث نامعلوم می سپردن، تنها نه آینده خود را دچار خطرات عظیم کرده بودند، بلکه به افتخارات گذشته خیش نیز خط محو و بطلان می کشیدند. اما خوشبختانه به عکس اون چه اجانب تصور می کردن، ملت ایران با روشنبینی و بصیرت کامل به آینده خود می نگرید و خیشتن را برای مقابله با هر حادثه‌ای که او را از ادامه مبارزه باز دارد آماده و مهیا می داشت و از هیچ مشکلی حتی مرد بیم و هراس به دل راه نمی داد. اگرچه پایداری در پاسداری از آرمان‌های تاریخی مردم، همچنین تعامل عقاید مخالف و حتی تضمین آزادی اونها هر یک بخشی از اون رابطه رمزواره مصدق و مردمه، اما وجه دیگه اون رابطه رو باید در اقدامات عملی مصدق در تأمین حقوق ملی و همچنین در خدمت به منافع طبقات زحمتکش و محروم جامعه. فراهم آوردن گسترده ترین جبهه سیاسی از اخشار و طبقات مختلف برای تحقق عمده ترین مطالبات اونها و پایداری در این راه شاید مهمترین هدف
رمز و رازی باشه که در این برنامه به دنبالش بودیم. هدفی که هر کس پا از دایره اون بیرون بگذاره، اگر در لعنت آیندگان نسوزه، حتما در سرمای سیاه فراموشی ناپدید خواهد شد. درسی که شاگردان مکتب اون نیک آموخته و به اون سخت مؤمنند. ولی مگه ما در مسیر احقاق حقوق خلقمون از پا می نشینیم؟ مگه پرچم سرداران، پرچم کوچکان و متدق رو فرو میگذاریم؟ مگر می خواهیم لعنت بشیم؟ نه، ما سوگند خوردیم که راه رو ادامه بدیم. تردیدی نیست که نسل به خون شسته ما، نسل به خون تطهیر شده ما، که اعتقاداتش، مکتبش و رویه سیاسیش رو از میان شکنجگاه ها و از میان میدان های اعدام به دست آورده، مشعل کوچکان و مشعل مصدق رو هرچه محکمتر در دست خواهد فشرد و هیهات هیهات بر اونهای که فکر میکنند با این فشارها میتونند مشعل سرداران را از دست ما بیرون بیارند. نه به خدا، نه، ما وفاداریم. و این البته آتشی است که به قیمت جان نگهداری شده و هر سال شعله های اون دوباره شرر میکشه. بخشی از هیبت دیکتاتوری رو میسوزونه و تلسم استبداد رو ذوب میکنه، آتشی که شعله هاش هر یک پرتوی از آرزوهای مردمند، پرتوهایی که در تمامی این سالها صدای مشترک مردم و رهبران حقیقی مقاومت اونها بوده. اجازه بدهید در اینجا برنامه ده ماده این مقاومت را که با پشتوانه خون شهیدان و رنج اسیران و تلاش رزمندگان آزادی بنا شده یادآوری کنم. یک، از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش می باشد و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. دو، ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم. ما در ایران آزاد شده فردا از لغو حکم اعدام دفاع می کنیم و نسبت به آن متعهدیم. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد و هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود. ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم و هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغا خواهد شد و آنان از حق ازدواج، طلاق، تحصیل، اشتغال و انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود.
قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمی علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت. هفت، ایران فردا کشور برابری همه ملیت هاست. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب کرده تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند در زمره سرمایه های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش یابد. هشت، ما مالکیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در استقلال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. و از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود. سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود. و ده، ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود. آخوندها بروند تا ما جایگزین آنها شویم. حرف ما این است که رأی و انتخاب و نظر مردم ایران حاکمیت پیدا کند. ما آمدیم که فدای انتخاب آزادانه مردم ایران شویم. این انتخابی است که ایران را سرشار از اعتماد و گلستان آزادی و عدالت می کند و چنین خواهد شد. دوستان عزیز، میپرسید سیاست ما چیست و چه مسیری را در پیش داریم؟ جواب: نبرد است و پیکار در همه اشکال، در همه جا و با تمام توان. میپرسید ما چیست؟ جواب این است: برقراری آزادی، دموکراسی و برابری در ایران اصیل. اگر این مبارزه دشواری‌های بسیار دارد، اگر راهی طولانی با رنج بسیار، چه باک، زیرا برخواسته ایم تا همه وجود و هستی من را فدای آزادی مردم ایران کنیم. پس
به نیروی خرد از جای برخیزیم و با دید ستم آنسان در آویزیم و بستیزیم که تا از بن بنای اژدهاکی را براندازیم و طرحی نو در اندازیم. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، سلام بر مجاهدان اشرف و لیبرتی، درود بر همه شما. بعضی خاطره ها لابلای برگ های آلبومی یا حتی در حافظه افراد باقی میمونند و بعضی دیگه از یاد میرند، اما بعضی خاطره ها برگ های زرینی از تاریخ یک ملت هستند که فعال و سرشار زندگی میکنند و حیات دیگران رو دگرگون میکنند. قیام ملی 30 تیر بیشک یکی از همین برگ های زرینه که روح امید رو در آرزوهای مردم میدمه. موسیقی